بخیر هموطنای عزیز، امیدوارم که جور صحتمند باشین. خوش آمدین به یکی از دیگه برنامه های سراچک ما حسنا تقدیمتان میکنم. امیدوارم که همیتان صحت و سلامت پای تلویزیونایتان نشسته و برنامه رو تماشا بکنین. آب و هوا هم بسیار سرد شده، مواظب صحتتان هم زیاد باشین و دلهایتان گرم باشه. تلو رو حتما بیننده باشین. امشب که جمعه شب هست، طبق معمول در برنامه سراچه ما مهمان می داشته باشیم. امشب هم مهماندار هستم، ولی کسی را مهمان دارم که سال هاست شما چهره خندانش روی پرده تلویزیون می بینین. هر مناسبتی که میشه شما بهترین برنامه ها را از اونا دیدین و هر قدر ناراحت هم باشه به خاطر از اینکه شما بخندین، کوشش میکنه که بهترین برنامه را تقدیمتان بکنه که در خانه های شما خوشی را بیاره و در لب هایتان هم خنده را. حتما شناختین که من درباره کی گپ میزنم. اگر نشناختین، پس ویدیوی کوتاهی را که ما آماده ساختیم با هم یکجا میبینیم. تشکری میکنم از شخصیت هایی که در VIP آمدن، خصوصا جناب دکتر صاحب عبدالله. I love you دکتر صاحب. با وجود از اینکه فوتبال در دو هم جریان داره، او صالح صاحب، I love you صالح صاحب. با وجود از اینکه توپ در میدان عریف است، گلاس دارم خیلی او کم داره. یک میوزیک آشکانه لطفا. امید نظامی، حکومت اسلامی. I love you. I love you. همچنان همچنان قربان. Love you. اب یہاں سے کہاں جائے قربان اکاونت بانکیتان خانم بارکزای. خانم بارکزای، از مهربانیتان، از دلسوزیتان، از جسور بودنتان خوب کلگی خبر داره. کم اکی از نامهربانیتان قصه کنیم. برسک ها معمولا از چی ساخته می شوند؟ پلاستیک. پلاستیک ها از کجا به دست می آیند؟ از کثافات. کثافات معمولا در کجاست؟ در سرک. چرا در سرک است؟ رشخندی می کنه. پیامی باشه سمران. نخیر، تشکر از برنامه زیبایتان. یک پیام خوب بگو به دخترها که دل مندازم. بخت نیک تو میگی. یادت هست که آهنگ شبای لالزار رو میخوندم؟ یادم هست. یادت هست میگفتی که نام بچه ما رو شبار میمونیم؟ یادت هست؟ گفتم باش از طریق هنر ماریانا جان راضی کنم بچه. برو ماما، برو ماما میگفت. کدی تو کروهای دخترها نمیتونن را بنن، آفرینید به خدا. کیت از شما؟ من میتونم، زیاد دخترها نمیتونن. نمیتونین دخترها؟ میتونین، میتونین. خیر است آریانا جان، یک دروغ گفتک ما مطرح نکنیم. آریانا جان، حال وقت پیشنهاد است. الو گلدان بله، قسیم ابراهیمی یکی از شخصیت‌های دوست داشتنی، یکی از همکارای بسیار مؤدب و خوب ما در برنامه هست که بسیار زیاد خوش آمدید میگمشان. سلامت باشید استاد جان، سلام برای شما. شکر که از ویروس کرونا هم انشالله که صحتمند شدید و نجات پیدا کردید. شکر که جور هستید. ولی یک مبارزه طاقت فرسا کار داره قسیم جان. خواستم که یک هفته به دلیل از اینکه آلوده به ویروس و کرونا شده بودم، روزای آخرش بود، نامدم که خدا نخواسته شما هم کارا رو نگیره. من زنگم زدم براتون، نگفتم که یگان سیر و پیاز دیگه پا خام بخورین، چون ما هم یک بار تجربه کردیم. بله بله بله.
اینا دیگه عزیزا، قسمی که برتان گفتم و نظر به خواست خودتان، قسیم ابراهیمی را امشب در برنامه دعوت کردیم. هستم رای ما قسیمی که در خنده بازارم دیده بودینش با اینمی قد و اینمی قیافه. در بسیاری از برنامه ها تقریبا یک دهه میشه که میبینینش با اینمی قیافه و با اینمی قد و اندام. بله. این رازی که همیشه شما در اینمی قالب افتیدین چیست؟ آیس کریم زیاد میخورم. بار زمستان. و این محبت مردم از سناجان از شوخی تیر شده. مردم قدر محبت میتن که من هیچ احساس نمیکنم که 10 سال یا 12 سال از کارم میگذره. هر روز محبتشان زیاد شده میره و اینمی هموطنا هستن که باعث جوانی من شدن. گرچه و همچنان زنده باد میکپ. گرچه من هیچ وقت از میمانم سن سالشان را پرسان نمیکنم، چون موارد دیگه هم میباشه که در عمق زندگیشان باید بریم و صحبت بکنم، اما علاقه دارم از خودت پرسان بکنم. چند سال داشته باشی قسیم؟ دخترم چند سال هستم؟ 13 سال. چند؟ 13 سال. 13 سال. من می لذت در گوار هستم. نمیخوای بگویی؟ 27 تقریبا. چند سال است که 27 سالگی را توته میکنی؟ 10 سال است که 27 سال هستم. مرد یک پس. سرت به سلامت باشه و 100 ساله شوی و تر تازه. خداوند کمتان نکنه. خداوند شما را جور داشته باشه. با پدر اولادا، با طفلکتان و همچنان تمام دوستا را که اینقدر سال‌ها مرا تحمل کردین. سال‌ها مرا تحمل کردین. واقعاً. خب، بریم طرف برنامه. آغاز می‌کنیم برنامه را از اینجا که قسیم ابراهیمی چطور تصمیم گرفت و چرا توسط کی که کمدین شوه؟ من توهین مردم مرا کشان پای مرا به تلویزیون. اینا مرا ساختن. که آمدی به طرف برنامه خنده بازار. آمدم به طرف برنامه خنده بازار. یک عقده بود دل من. یک عقده بود و برنامه خنده بازار من که آمدم، حسنا جان، من که اشتراک کردم شاید یک 2-3 هزار نفر بود. در اونجا که آمدم وقتی که دیدم زیاد کلان کلان آدم ها هم بودن، هر کس کارهای میکرد، چیغ میزدن یا میکردن، و من در اون وقت دل خود گفتم ایجا آدم نمیره که در بین قدر استعداد هیچ امکان نداره تو برایی. من رفتم اونجا، اصلا آینکای سیار رو زده بودم، بینی خودم یک پلاستر زده بودم که اون وقت بینی من عملیات شده بود، یک تکرم کرده بودم، باز رو براتون من میگم، یک سر خود یک لنگی تاو داده بودم که اگر من ناکام بانم من کس نشناسه، من پت شده بودم. خب از دوستا، از خانواده، از خانواده و از یا که هیچ کس مرا نشناسه. و وقتی که رفتم کمره و یار مثلا آینکای سیار زده بودم در استودیو، همیالا مگاندف میزنم، اصلا من نمیتونستم ببینم که کی در کجا ششته. تنزی که پارم نمیفهمیدم. رفتم تو پر رز گپ زدم، برامدم دیگه شاید یک هفته بعدش این نشر میشد. همین یک هفته بعد شب تا صبح من عبادت میکردم. این راستی است. دمی سجده مرا خواه میبرد. گریه میکردم به خدایا که خدایا از این چانس مرا ناکام نکنی تو. چون اگر من در اونجا ناکام میشدم، من بسیار یک صدمی بسیار کلان دیده بودم. اگر این صدمه بالای از اون میامد، یعنی من صفر بودم، من خودم میکشتم. وقت ما حتی دمی دوره ای که وقفایی که آمد در بین تلویزیون یگان مشکلاتی ها، ما چند بار می خودکشی را در دلم میگشت، آنها خواه میکدم، خواه میگفتم که خدا بکش. حتی به اندازه ای که یکی از روزها تصمیم گرفتم، گفتم در خانه میگم من امریکا میرم، امی قصداری هایی که من دارم یا یگان دادم آمله و یا را من خلاص میکنم، میرم قبر خودم میکنم، دمی قبر داخل میشم، یک کس میگم سرما خاک بر تو. اقدر دل سرد از زندگی شده بودی؟ اقدر دل سرد شده بودم و اقدر فشارای زندگی سر ما آمده بود و من این کار را میکردم. بعد از او که من دیدم فامیل، پدر، مادر، مردم و ای که خودکشی در اسلام حرام است، من این کار را نکردم. ولی این تصمیم 4-5 بار ما بوده که من این کار را حسنا جان من میکردم. حسنا جان وقتی که من از خنده بازار خلاص شدم، من قهر کردم، اگر دوستا یادشان باشن. از برنامه قهر کردی؟ از برنامه قهر کردم. مرا مقام چهارم لقب دادن، من قهر کردم اونجا. من دیگه اون وقت تصمیم گرفتم که تو من دیگه در تلویزیون گپا کار نمیکنم. مرا دل سرد ساختن. من 1 سال تا 1.5 سال من بیکار موندم. یادم نمیره زمستانا بود. از خانه من پرومدم، یک آدم مشهور، پوست پیچاندگی، یک افغانی در جیب من نی، ابی بوتای من غار بود، او برف میرفت. یخ میزد، یک رفیق من خداوند جور داشته باشه، اجمل جان آرش در جرمنی است، امروز صحبت هم میکنم دینا شام، تصادفا کردش گپ زدم. این یک بوت پخته ای داشت، یک پای از او رو میپوشیدم، در پارک شارنو میرفتم. بغیر از پارک وزیر اکبر خان، پارک شارنو و سر تپی وزیر اکبر خان دیگه هیچ جای من نداشتم. نمیخواستم که هیچ کس گپ بزنم. یک آدم مشهور، هر کسی که مرا میدید چی کدی تو باید تلویزیون باشی، ایجا در تلویزیون
مشکلات بود، مرکز نمیخواست. زیاد چیزایی بود که هیچ اصلا در کز قسیمه نبود. من قدر آرزو داشتم، میگفتم یک روز من رای کاش نمی دانه دروازه گارد بگرن اینا. میخواستی که در تلویزیون طلوع را پیدا کنی؟ فقط میخواستم که من پس ادامه بتمیره. خب. و چی باعث شد اسنا؟ وقتی که مردم مرا میدید، من خود دلسرد شده بودم، دکار نمیکنم. این مردم اینقدر، از 100 نفر 99 نفر مرا میگفت تو باید باشی، تو استعداد داری. پس دوباره مردم مرا تشویق و این تشویق باعث شد که من میامدم سرتپه وزیر اکبر خان میشتم. سرتپه وزیر اکبر خان میشتم، اینمی محوطه ای که خدا شاهد است سنا جان، اینمی محوطه ای که ما شما شتیم دی بغل ما یگان تن است. اینمی آن تن میدیدم، از صبح تا شب اشک میریختم. خدایا چی زمان شده که در این موقعیت تو قرار بگیری. از دان تلویزیونم که متیر میشدم، یک اس دیگه داشتم، میلرزیدم. حسرتش میخوردم که چرا اینقدر نفر است من نیستم، چرا مرا نمیگیرن، به این زنگ بزن، به او زنگ بزن. اینقدر من تلاش کردم، اینقدر تلاش کردم. و اوجم که خانه میرفتم، در خانه میگفتن تو بیکار هستی، تو باید برات کار پیدا بکنی، که این شاید بسیاری جوان ها این مشکلات دارن. و این جای دیگه من نمیخواستم کار بکنم، هیچ جایی من نمیخواستم کار بکنم. جالبی است که یک کسی واسطه کرد، یک سی وی مرا در یکی از شرکت های خارجی دادن از خیشا و دوستا. بدبختی که رفتیم اونم روز که ما وجود نمیخوایم کار بکنم، امروز روز رفتیم خانم خارجی که مرا دید، مرا گفت که ماهای سال بگو در انگلیسی، جنوری فوری مارچ چطور و چنان، روزای هفته را بگو، از یک تا هزار بخون. بسیار سوالکای آسان هستن. یارا که جواب دادم، مرا $2,500 معاش تعیین کردن، ما در اونجا مقرر شدم. بدبختی من نمیخواستم اونجا کار بکنم، خانه خوش دیگه کار $2,500 معاش داره، خانه چقدر خوش. من بیکار هستم، من اونجا بدبختی کجا، یک کسی هم از خود که دوجا سجو برآمدام نمیتونی. ما اوجا که صبح میرفتم که میگفتم چه رقم چهار شب از زندان ما برای میآمدم. امی یک ما رفتم آمدم رفتم آمدم کار گپارو من نفهمیدم. یک روز نوروز بود، برام زنگ زدن که یک از برنامه‌های بامداد خوش میمان هستی. دو روز پیشتر از خوشحالی امروز استعفا دادم. من میمان برنامه سم از کار خود استعفا دادم. خارجی‌ها برام میگفت که ابو خانما که تو چه کار کو، تو با کس کار پیدا نمیشه، صدها تا بیکار است. من گفتم نه، من در تلویزیون کار میکنم. باز یک خانم خارجی بود، اونجا نامش یادم نیست، بازو که سعی کردی امی علاقه مرا دید، عشق مرا دید، گفت تو یک روز مطمئن باش که قصای تا، گفت یک برنامه میکنی. و او این موقعیتی است که ما از تپیک وزیر اکبر خانی را ما میدیدم شه. بسیار یعنی روزای بد بود، با وجود بسیار شیرین هم بود. هیچ کس سر ما اعتماد نداد، هیچ کس در روی زمین در روی افغانستان که ما یک روز میایم خود ثابت میکنم. مگر من قلب خودش میگفت که ثابت میشه یک روز، تو باش، تو تلاش باش. خودت پشت کار خودت. و امروز در خانواده همگی خودت دوست داره قسیم جان، وقتی میبیننت واقعا در یک شرایط بسیار حساس ما مردم قرار داریم که نیاز داریم یک کسی باشه ما را گپای بزنه که حداقل مو ذهن ما دیگه شوه، یک طرف دیگه بره. و خودت از مو آدم هستی، مهربان هستین. بریم طرف یک وقفه قسیم جان، این وقفه رو باید خودت بگویی. ما در رو کسیم در وقفه خواه میکنم، در ایجه امکان خواه کردن است. استودیو ما کلان است مقصد. خب بیا. خیر خدایا. هیچ کدام گپ خاص نیست، فقط یک وقفه دراز داریم. 8 متر. تشکر میکنم از همراهیتان عزیزا، بازم خوش آمدین. و قسیم ابراهیمی یکی از استعدادهای ناب را در استیدیو با خود دارم امشب. قسیم ابراهیمی تا اینجا به ما و شما گفت که مهمان شد با مو شوق علاقه که داشت در بامداد خوش، با یک چی میگن امو دروازه آرزوهایت باز شد دیگه اینجا کامدی. فقط من مهمان بودم، حتی استعفا هم دادی از وظیفه. از اونجا استعفا کردم، از اونجا استعفا کردم، از اونجا استعفا کردم. وقتی که آمدم در بامداد خوش مهمان شدم، همون روز هم که من داخل تلویزیون شدم، خو استدیو او طرف بود. من دیگه رویای اولی را میگردم که روی اولی تلویزیون چه رقم است، مرا یک گاردان میمانند، برو بچه میمان هستی برو اوجا. من میگردم، فقط میگردم، ای رسای کو او رسای کو، میبینیم کارمندای تلویزیون چه رقم است، اینا چی دارن که در وجود من با قدرش علاقه نیست. من فکر میکردم شاید اینا 10 برابر از من این روزای بعد تیر کردن و آمدن اینجا کارمند تلویزیون شدن. دیگه می دلم نمیشه که برایم ای که در تلویزیون شتیم گپ زدیم، ای قو علایده یک استرس مثل ای برنامه واری ای که مزید چه رقم مکه ایجا برایم، باز ما چی کنم؟
آل استعفا هم دادی؟ استعفا هم دادیم. عزیزی که من برآمدم پس رفتم سر زمو تپه وزیرک برخان باز اینم تو این موقعیت سعی باور کنین. ایره سایکو خدای من تون پیشتر باورم نمیه که من دیجه بودم. من دیجه گپ زدم. خو این یک برنامه بود. باز دوباره سر از شهرت افزوده شد. شهرت تو خب باز این مردم دید تازه شدی. باز چی میکنی؟ باز که مردم میبینن باز مردم مرا میگن که اول ما سوپ دیدیم تا یا ولی تو باید باشی. کار میکنی؟ آما کار میکنم. خیلی تو در کجا کار میکنی؟ ما تو رو نمیبینیم. من در پشت صحنه هستم. با کلگی میگم اسکریپت نوشتم میکنم. دروغ میگم. چون وقتی سوال زیاد میشه زیاد میشه در مورد یک چیز باز وقتا آدم مجبور میشه که دروغ بگه برشان. تلویزیون بالاخره. چطور آمدی؟ خب یک وقتی که من امروز روزی که در بامداد خوش آمدم یک ویزیت کارت میکن کارت ملاقات حالا نیست وقتی که شما میمان میشین یک کارت ملاقات در گردنت میباشه کارتای اصلی کس رویش یک عکس داره که فلانی پرزنتر یا پرودوسر یا هر کاره و این کارت ویزیت کارت ما گرفتم در دان درازه ما تسلیم نکردم در پشت از این نوشته است طلوع لمر آرمان ارکوزیا و فلانی و فلانی من سبایش آمدم تلویزیون گارد بازی دادم ای که رویش عکس داره ای رو نکردم گاردم تو دمیش میشم رقم زدم یک فلم واری دم پیشوش یک رقم گرفتم سلام علیکی خوب است ای رو در گپ گرفتم که نیمه جا کارمند شدیم چون دیروز ما آمدیم دیگه آمدم داخل دیدیم جا بگرد کدازی سلام علیک کدازی سلام علیک دو سال متواتر ما اینمه تو بیماش با اینمی کارت ناخ اینمه تو جا بیا برو هیچ کس نمیفهمی سر ما که من میشه کارمند نیستم اگر من سنجر مرا میدید میگفت البته ایره تلویزیون خواسته تلویزیون مرا میدید میگفتن حتما این رادیو آرمان خواسته دو سال متواتر مده می داخل تلو بگرد باور به من خدا بکنین برنامه زنگ خطر بود تا بالاخره که مادر رئیس تلویزیون خداوند جور و سعتمند داشته باشه بسیار یک خانم مهربان مادرم است بالاخره گفت که تو در برنامه زنگ خطر باش مرا در اون بغلا دول میدادن تمبور میدادن برای کس گفتی یا خیر نه ایره به کس نگفتیم ام وقتا هم برای کس نگفتم. نمی گفتم. با چه رقم مرا گیر کردن. من اینو برات میگم. جا آمدیم بالاخره مرا دنی زنگ خطر شاند. در زنگ خطر شوای ویژه که آهنگ گپار سب میکردن تا 3 بجه شب تا 2 بجه شب ما این دنبوره را میدادم در اون طرف که مرد تا میکردم که زک میزدم باز وقتا مرا نمیموندن میگفتن تو غرز تو باشتم جایت بیشی تو باز ما برای دیالوگ میتیم. ما باز از اینی رای تپه همه تو که عمل خوی گپا خو نبود ما یک کارمند خودم در کار تقلبی داخل شدیم. ماش کنه ایزه خوش هستم که این فضا آمدیم و میرم و یک مردم مرا میبینه که این مردم یک لطف میکنن دیگه ما از این سر قبرا میرفتم اسنا جان نمی سر قبرا میشتم گریه میکردم اینم تو پیاده میامدم همه که خوش آمدم میگفتم همی زود صبح شوه همی صبح میشد همی 5 بجه صبح گارد هنوز چشمای خدا نشقیده طرق نفر رسید که اونم حالت رو گیر میکردم گارده کوچش مزو کار نکنه طرق یعنی تو بیتون او تشکر چیال داری خوب هستی او خوب یک سمیت برزون نشان میدادم که سر کارت و منف همه باز دوباره داخل و این حقیقت است کنید تا بالاخره ای که یک روز یک خارجی بود مرا گیر کرد گفته بود کارت ها را چک کنن کارت مرا که چک کردن که بزد کارت گفت تو دقیقه در وقت چه رقم می آمدی؟ من گفتم من اینی می رقم می آمدم حقیقت تا گفتی برست حقیقت تا گفتن مرا کشیدن باز یک سال ما بیکار ماند بعد از او ما یک برنامه بر ما حفیظ محمدی شروع کرد جور کرد به نام قطقتک هفته نیم ساعت در رادیو آرمان فقط بیا فکایی بگو او هم مجانی مجانی هفته یک بار بیا نیم ساعت تو قلاقه داری بیا دیگه همی کارا بکن ما دیگه این هفته پر شو روز سر از اینیمی 30 تا 40 تا فکویی که خودم جور میکنم کار میکنم که میگم بیاید می رادیو خود ثابت کنی چانس حدث ندی همی آمدم می هفته اول که می فکویی ها را که نیم ساعت برنامه صبح گفتم که سر ما بیر بارک شد همکارا آمدن همکارا یلدا اسنا بله خودت حفیظ صمیم سادات یا کلگی چل توجه کردن بر ما چای آوردن اگه زد اگه احترام یا بر اولین بار است اولین که دیگه قسیم گفتن داده گفتم بیا که من که تشویق شدم داده گفت بازم تو شو تو صبح کار کو از اینکه فکویای جالب خو خلاصم تو فکر میکنم که 2 ماه 3 ماه واری من تو نیم ساعت میامدم یا من ایجا کارمند رادیو شدم تا ای که رسما قرارداد امضا کردی و کارمند شدی $80 برام معاش تعیین کردن او $80 دیگه دقیقاً $80 من نبودم گفتم من میجم فقط باش من دقیقاً پول گپاش من نبودم من کارمند رادیو شدم وقتی که من کارمند رادیو شدم دیگه اولین بار یک اعلان جور کردیم فرار از آرمان فرار از آرمان گفتن که یک اعلان است تو تصویری بیا یک سناریو برای جور کنید فرار از زندان خوب میچلید من چی کردم در اوجه
پیسه ویگه پا خونه دیگه. 100 روپه رفتم از خانه گرفتم، 80 روپه یک دونه زیرپیرانی که شما میلان آیفون رو میبینین که من 80 روپه ایره خریدم، 10 روپه یک قلم توش خریدم که من خودم مایکل اسکافیل جور میکنم. خب وقت سریال فرار از زندان بود، فرار از زندان از طلوع نشر میشد. پیش از اینکه من برم امیر جور بکنم، من سناریو رو جور کردم که من اینتو میکنم. من رفتم گفتم میره دک بام جور میکنم، رفتم پشت درجه منزله کابل، تنها در تنها هیچ کس نه، بنم اینی که از طلوع گفتم من رئیس طلوع رو کرده گفتم من رئیس تلویزیون طلوع رو کرده که دمیج اعلان ثبت کنیم. او سعی کرد گفت بالای زیر ریاست جمهوری سر از یانتناس یا پاس، گفت نمیشه، برو دک جای دیگه. یک رفیق من رفیق تابه فعلا در وزارت داخله رئیس مطبوعات است، خداوند جور داشته باشن، همکار ما بود. باز اینا برام آدرس دادن بمب سیلور. بمب سیلور آدرس دادن، رفتیم یک بمب میخواستم پیدا بکنم و وسایل یپا رو کلش آماده کردیم. رفتیم بمب سیلور از وزارت زراعت امرش گرفتیم، آمدیم سر بمب سیلو، همین دستای خود قلم چی کردیم و یپا و امیر پوشیدیم و تتو کردی پس تتو کردیم. از خانه رفتیم، از تندورخانه یک نیم سیر چوب وان زدیم همراه یک بوتل تیل که چی میکنیم میده که چند قسمتی از تصویرهای فرار از زندان کتزی که چون و آتش گرفته موتره چی رقم من مکس کنم این رقم من نمیفهم، اما کلیم کار میکنه که اینی آتش اگر میگیری اینجا که من میدم اینی آتش کتز اون آتش دیگه که من ساختگی مندازم این کار میکنه. رفتیم ادتش میکنی در ذهنه، در ذهن من تو میگم بوجیگه که پرتو در پشت تیل چوب رفتیم در سیلو. در چی رفتیم میفهمی؟ در پشت بایسکل یک نفر ششتیم، اید چی کامرمان را خواستیم، از تلفن اجمل زنگ زدیم که فلانی جای شما بیاین امر ما گرفتیم که در اونجا رفتیم نان سیلوس روت است یارا بر ما میتن که یک ذات اترام است چون مشناسن مرا. در اینجا رفتیم اعلان ثبت کردیم، می اعلان کمی آمد کمی نشر شد. اول به بیام کرا کمی نشان دادم افیس که دمی لپتاپ کمی دید گفتی تو هستی، من گفتم ما ای باورش نمید. امی افیز از خوشحالی چون رئیس رادیو شده بود و میخواست منعیس یک کارمند فعال مرا بیه بدگه کسا نشان بده که این تو یک کارمند ما دارم، دمی روی سرک تلویزیون به می هر کسی کمپیوتر آواز میکرد که قسی ما سعی کنید. ای کمی نشد شد، مردم فکر کرد که ای کدام سریال تصویری است نه یک اعلان یک برنامه رادیویی است. عشق و علاقه به یک کار که آدم داشته باشه طبیعتا جایگاه خود پیدا میکنه. صبر به کار است ولی حتما ثمرش میگیره. باز خودت هم از جمله مو آدمای با استعدادی هستی که بسیار مبارزه کردی خودت رساندی به یک جای. کار آسانی نیست که امروز میلیون ها میلیون نفر خودت دوست دارن، در هر خانواده چهره مطرح هستی، حتی چهره های سرشناس تاثیرگذار در افغانستان با خودت برنامه داشتن و حتی قالب برنامه خودت گرفتن. از جمله کسایی که امرایت برنامه داشت، یکیش بر قدردانی از خودت پیام فرستاده، نامش نمیگیرم، اول ببین کی از بدن صحبت میکنیم. ریش خوب است؟ افغانستان سرزمین استعداد هاست و در بین استعداد ها قسیم ابراهیمی یکی از چهره های درخشنده و تابانش هست. با باور من همچنان که قسیم جان جوان با انرژی، مستعد، خلاق، پرکار و مبتکر هست، قلب رعوف و مهربانی هم داره که برای هموطنان نیازمندشت همیشه گاه ناگاهی تانسته از اونا را هم احوالگیرشان باشه، جوی احوالشان باشه و دستگیریشان داشته باشه. ما فکر میکنم این استعداد در سرزمینی که نسل جوان ما پرورانده دود و خاکستر هست یک استعداد شگرف هست که نیاز بیشتر به پرورش و دریافت استعداد و خلاقیتش داره. ما باور دارم همه آنچه را که فراموش کردیم لبخند زیباس با دیدن و برنامه های قسیم بر لبان ما میاد و این کلانترین کمک است که از لحاظ روانی برای روان نارام و خسته یک جامعه صورت میگیره. موفق باشی قسیم جان، خوشحال هستم که بشناسمت. خانم شکریه بارگزای، یکی از چهره های سرشناس و یکی از کسایی که با کارهای شما آشنایی دارین و مهمان ما هم بودد. خانم بارگزای خیلی یک خانم مهربان است. خاطراتی که از خانم بارگزای دارم، روزای عید و نوروز که میشه دو روز پیش اگر افغانستان باشه برای من زنگ میزنن با اطفال کتابچه و قلم و بکس میگیرن. روز سال تعلیمی. بله، باز مرا میگه که من سر خودت اعتبار دارم، برو دمی جایی که خودت میفهمی که یک طفل نیاز داره برای لباس، برای کتاب بده. و این خانم بارگزای ده هری تقریبا 5 سال 6 سال است که این کاره که خانم بارگزای ما
چی احساس میکنی وقتی که برنامه با شخصیت ها تصمیم میگیری که داشته باشی دو چی جنجال ها را میبینی؟ حسنا جان هر روزی که آدم کار میکنه خصوصا در پرده تلویزیون اگر ای احساس نداشت که ای اولین کارم است، گذشته تو گذشت، هر کسی که بودی یک سال، دو سال، ده سال، صد سال، امروزی که تو چی میکنی اگر امی برای تو مهم نبود تو به گفته ام خارجی ها فلاپ هستی و ناکام هستی. بله بله. ما گفتم که ما اینه میمشه و ما خواه نرفتیم، مسئولیت اینه میشه با وجود که من میمون هستم مسئولیت دارم، از سوال کردن کده جواب دادن دشوار است. دقیق است، دقیق است. و وقتی که ما با یک شخصیت برنامه میداشته باشم یک ماه دو ماه متواتر ما هر جایی که میرم کل اینمی تمرکز ما بالای عزیز که ما چی کنم چی بگویم، این دو ماهی که تیر میشه دیگه شو روز دیگه ما خواه ندارم. برنامه که ثبت شد وقتی که فهمیدم که 100 نفر 200 نفر 500 نفر یک شتک که همگی خندیدن بعد از اینکه برنامه خلاص شد همگی آمدن که ما لذت بردیم، باز ما دو شب و دو روز تلفنایم گل است و خواستم. عزیزای دل، قسیم زندگی پرپیچ و خم داره، راه های بسیار طولانی را طی کرده تا امروز تانسته به این مقامی که امروز هست و در خانه های شما عزیز هست برسه. خیلی مشکلات هم در ایرای طولانی دیده، اما بعد از یک وقفه روی بسیاری از موارد دیگه زندگی قسیم ابراهیمی قرار است که صحبت بکنیم و نوشیدن جوس نکتار طبیعی شفا را هم فراموش نکنین. وقفه داریم و بعد از وقفه برمیگردیم. بازم خوش آمدین، سراچه را تماشا میکنین با قسیم ابراهیمی و حسنا رحیمی، کسی که با یک تخم پزی بغل چشم پدر اولاد داره این همه قدر کبود کرده بود و کن مانده بود. بچم در کجا خودت شاید بودی؟ در خانه خود من ندیده بودم. یک گپ جالب حسنا رو براتون قصه میکنم. ما در یک برنامه قاب گفتگو میمان بودن، ما گفتم که پدر اولاد رو دیدم که بغل چشمش کبود شده بود. جالبی است که یک روز پدر اولادش واقعا زنگ زد برام گفت تو چطور از دل من میایی؟ نمی‌دونن واقعا دم باور کنین همه تو گفتن. آقای رحیمی خیلی خوب من خبر ندارم، خوب شد گفتی خیلی. طرف دیگه‌اش مونده. خب به هر حال بازم خوش آمدین عزیزای دمه داره برنامه ما. بریم طرف مکتب. خبر شدم که بسیار یک شاگرد تنبل و شوخ بودی. واقعیتا در صنفی که یک شاگرد هم تنبل باشه و هم شوخ، ای دیگه خودت فکر کن که چی اتفاق میفته. دقیق است. اولین روزی که من در مکتب رفتم، مرا در 5 سالگی عزیزت که شوخ بودم، یعنی 7 سال باید که آدم در 7 سالگی شامل شود، مرا در 5 سالگی در مکتب شامل کردن. اولین روزی که من در مکتب رفتم هیچ یادم نمیره، چبلقای بدل بود، چبلقایی که نوکش میپرید، نه چبلقای سنگکی، یک نوک چبلق ما پریدگی. دم اولین روز مکتب که من رفتم، دم اولین روز که یک شاگرد که میتونی کدام گپی زد ایر زدم بغلش یک قیزی پوندید، مرا دم اولین روز مکتب از مکتب کشیدن. یک ساعت من مکتب نبودم، مرا کشیدن آمدم خانه، اوی بچه از مکتب گرفته در روز اول مرا چپه کردن در خانه، خوب یک لحظه مال دیگه در بین خانه مرا کردن. و دوره مکتب واقعا یک دوره بسیار شیرین و بسیار زیاد دوست داشتنی. دیگه باز برعکس که وقتی که من ذره صنف ما بالا رفت، معلمین بسیار مرا دوست داشتن. آفرین نگو سن سال ما بالا رفت. صنف بالا رفت. خب یک هفت سال از مکتب تیر شد، وقتی من صنف هفت شدم معلمین قدر مرا دوست داشتن به خاطر شوخی های من، تقلید استادا را میکردم، تقلید معلمین هم میکردم و بسیاری وقتا. و وقتی که من صنف ده بودم یک خانم بود به نام استاد مریم جان که از شعر و شاعری مشاهد شما خبر نبوده باشین، رادیو ملی وقت روزای چهارشنبه یک برنامه داشت از 11 تا 12 بود، شعرهای عاشقانه میگفت. من یک تایپای سابقه بود، روی بری رادیو میموندم به غصم میکرد، ایره ثبت میکردم، بازی رو یاداشت میکردم، نوشته میکردم، باز در سات بیولوژی یا دری یا که بیکار میماندیم باز بچه ها میگفتن مشاهره کنیم و شعر جنگی میکردم. روز امتحان که میشد استاد مریم جان مرا میگفت، میامد میگفت برو قسیم تو حل نکو، امی 60 نمره رو میگرفت برام تو نوشته میکرد، اگه 40 بود یا 60 بود آخرین نمره رو میگفت تو کامیاب هستی، تو برو جواب رو نگیم سوالا رو نشکری که فات میکنه. به به. چون اون معلم بسیار عاشق شعر و شاعری بود، هر وقتی که صنف خلاص میشد باز کتابچه رو میگرفت میگفت شعرای تو بگو، که میگفتم نوشته میکرد. ولی مرا بسیار معلمین دوست داشت. بله، به خاطر می شوخی هایم، به خاطر تقلیدشون هم میکردم. این اولین شاگرد است قصیب ابراهیمی که استاداش به خاطر شوخیش دوستش داشتن. شما این تجربه را داشتید؟ سعی کنید چیزی که به نقص شناس راحت میکنه، تنبل نبودیم اما شوخ بودیم. از شاعری صحبت کردیم، خودت اول گفتن که میخواستی شاعر شوی، بعد از او باز بچه فلم میخواستی شوی. بله. چرا خیلی کومیدیان شدی؟ بسیار یک سوال خوب.
شعر و شاعری بسیار عشق علاقه بود. تو امیالم باز وقتا در برنامه میبینین، اگر چی حالا قدر وقت و چیش نیست که نوشته بکنم، من بسیار شعر خوش داشتم. دو بیتی ها را او وقت کتاب یک دسته گل، سروده های دیقان بود، چیزایی که آن فهم می بود، تو لغات مغلق نمی داشت. بله. او را زیاد خوش داشتم که آن فهم باشم. خب رفتیم یک کتابچه نوشته کردیم، شعر است که سه چهار کتابچه نوشته کردگی در پشت از این کتابچام کتابچه را پلاستیک کردیم، عکس اجای دیوگان و کاجل زدیم در زیر توشک که ایرا در خانه گیر کردن. ایرا که در خانه گیر کردن در پیش گو تو همی چیزا رو میخورین در مکتب که ایرا واس کردن که میخورن که الا دختر دو دستای سفید چاق داری، سر ما میرسی دماغ داری. بسیاری شعرها رو من خودم هم نداشتم میکردم که یادم نیست، زیادتر از او که یک از شعرها او وقت بود که یار ما ازاره یا جگر ما پاره یا او بیخ فرشته یا با خدا که او مرزیه یا این شعر بود که محبت امروز بازار سیاه میکنم، بلده او دختر ایرا افشا میکنم، I love you گفته او را صدا میکنم، تا روزه قیامت مرزیه چقرا میکنم. این شعرها بود، همین شعرها را که خواندن دیگه به اجازت مرا دیگه احساس شیری تمون جا ختم شد. او دیگه کمی چی شد، من کتابچه را پاره کردم. خودت پاره کردی؟ راستیم کتابچه خاطرات تا چی کردی؟ کتابچه خاطرات ما در دادم با همون کتابچه شعر شاعری. من چی کردم؟ این کتابچه را گرفتن، این کتابچه را که دوسه شعر شخاندن، من موقع که بیاب شدم ایره گرفتن پت کردن. ما گفتم حال دیگه شعر های زیر نخونه. شو خیستیم دو به شو او را کشیدیم از زیر توشک، هم ورقا ایزو که بسیار شعرهای عاشقانه عمیق عمیق داره، یارا پاره کو بکش. صبح خیستن که چهار ورق مانده، گفتن این ورقای دیگه کجاست؟ او ورقا را گرفتیم از اونجا که کتابچه ای دیگه بپاره کردن. در زندگی وابسته به چیز یا به کسی شدی که در نبودش بسیار 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 روزای دشوار را تیر کرده باشی؟ بله بله. تنها یک بله نمیخوایم. ما قانع نمیشیم به یک بلی گفتن. من یک وقت عاشق یک کس شدم. اولین بار امریتا سنگ، اما اولین آخرین است. اگه شما دیده باشین فیلم بیتاب سنی دیوالا، جب هم جوا هنگه جانی که ها هنگه، که باز از یوم خاطره در رادیو دارم. من دیگه نمیفهمیدم عاشقی عشق همی است، نمیفهمیدم. مینی میرم یا هنگم میشنیدم و اینی می یک از کسای رویایی ما بود. من میگم شاید این انسان است نیستی، این در روی زمین زندگی میکنه نمیکنه، این کجا است کجا نیست. من عشق ما اونمو بود و یک از چیزایی که من شعرم میگفتم اونمو بود، با مو شعر میگفتم. و من نمیفهمیدم وقتی دختر فیلم است، فکر نمیکردم که فیلم است یک کامرا است ایره ثبت میکنه، میگفتم این حقیقت است. من اصلا نمیفهمیدم. باز در رادیو آرمان که من کار میکردم هر روز دو دفعه آهنگ جب هم جواهنگه. بالاخره حفیظ محمدی آهنگ گفت در رادیو بلک لیست ازی بود که دیگه نشد چی حالا انداختی جب هم جواهنگه. تو همی حالا میکنیم بگوین که خوبترین آهنگی که من دوست دارم آهنگ جب هم جواهنگه. یک رقم هنگ سعی کردی. حق داری، خیر است. جالبترین تشویقی که شدی تاله. جالبترین تشویق برای تلویزیون خبر دارم از اون خاطر خندیدم عزیزا. جالبترین تشویقی که تاال شده باشه که در ذهنت حک شده و همیشه وقتی یاد میکنی خندیت میگیره چی بوده؟ برنامه تلویزیونی است مچ مناسب است یا نیست؟ رفتیم در یک مغازه لباس، فامیلا دیدن دختر خانم ها بچه‌ها یا کلاگی، گفتم اولادای ما عکس بگی. که از اینا رفتم که کلشون عکس گرفتم و یک دونه طفلک گریه میکرد خرد بود، گفت فلک زمین ابو زهر بود، مچم نامش چی بود یادم. همین ابو زهر جان خیلی فکر کردم بغلت که بگیری قسیم جان. من گفتم بیار خاله جان نمی بغل گفتم عکس بگیرن نمی کامرا رو تا که می جور میکنن دیگه. ما خدا کم تو کیوت دیگه میکنم نه که کامرا کلاگی دکتر کس نه که سوسا که گی اولا تک می تو کم اولا تک خدا کم میگیرم یک دم بغل گردیم گرم شد. و همین ابو زهر جان هم تو دمی گردی یک شخصیت همیشه دیگه من گرم بوده دیگه. این بزرگی رکت و ما دیگه تیر خدا آوردم دیگه که عکس گرفتن روز میگن خو یک دونه گرفته دیگه دیگه یت بیا رقم بار کو بچم چهار گلاس هوا خورده و چقدر کدیم گرم یت نمیشه. ما دیگه گرفتیم میگن یک عکس دوم دبر صبر تو ما میگم سعید خاله جان یکی دیگه درازی دیگه ویشم طرف رف 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 دمی بود ای بود پر شد. ما دیگه آلیزه کی ما دادم نه بغل ازی میگم از چه رقم برای کمی که بوق میکنه بوق میکنه دیگه از بغل ازی بوق شده ریس. ما دیگه آیستا اجازه است که استاد چم ما دیگه آیستا دیگه کمی کالای خودم گرفتیم این تا خمیگه یک
تایی که ها که کس نفهمد. شکر که بخیر گذشت سرت قسیم جان. این عزیزم دیگه را پیدا کردی به فرار. یعنی کل زندگی در این وضعیت ها تشیده قسیم. تا آخر برنامه هموز نه و سار برنامه هست. بعد از این برنامه سارنوالی مره نخواه. خب یک کس دیگه هم تشویق کرده خودتا و قدر کارهایت دانسته همکار بوده امرایت یک دفعه. بسیار خوب. در یک برنامه با هم ببینیم. قسیم جان یک مجری، یک گرداننده و کمدین بسیار فوق‌العاده است که از جمله کمدین های بسیار محبوب و مشهور افغانستان است که تانسته علاقه‌مندان زیاد را به خود جلب کنه و زیاد مردم را بخندانه. برنامه های قسیم جان مردم میبینه بسیار به شوق و به علاقه. و هم در یکی از برنامه های میمان قسیم جان بودم، یک خاطره بسیار خوش و جالب داشتم. واقعا قسیم جان ابراهیمی یکی از کمدین های نافراموش شدنی و استثنایی افغانستان است. تشکر. مرزا جان واقعا خیلی یک دختر مهربان، خیلی دختر دوست داشتنی، مادرش چقدر یک خانم مهربان. در برنامه ای که ما دعوت شده بودیم، اینا دعوت شده بودن، در یک قسمت برنامه یک آهنگ بود، پلان گرفته بودیم که مجده داخل میشه 40 ثانیه لپسنگ خودم میکنم، باز بعد از اون محمد رایم لپسنگ خودم میکنم. نمی پشت سنه هستیم همی از امی بغل امی شیشک امی سعی کرد، گفته او مای گاد دو دونیم هزار نفر آمده بود که یک چیخ بود، گفت ما در خارجی رقم بیرو بارا ندیدیم. گفت امی دست مرا محکم گرفت، گفت کده ما یک جای داخل شو. من گفتم ما یا میلرزم، ما میلرزم استرس. همیشه یادتان باشه در هر کار دنیا کمی آدم اوزوکدگی باشه و امی خدا را آدم یاد کنه، به او خدا بسپاره، هیچ کدام گپی نیست. یک وقتی که من انداختیم خدا دمی روی زمین در سجده، یعنی مجده کمی سعی کرد که من نیستم. او مای گاد ویر از قسیم، کمی سعی کرد او what do you do here، گفتم ما این پرینگ ده گاد گوچی گوتی با میکنم، خدای ما را نشرانه. در اونجا کمی رفتیم، باز این خاطره بسیار جالب بود، باز دست به دست داخل شدیم، باز بسیار تشویق کردیم. یکی از فوق العاده ترین برنامه‌های بسیار یک برنامه عالی بود. مثل همیشه هر برنامه تان گل میکنه قاسم جان. موفق باشی. دیگه گپا هم با گفتن زیاد داریم عزیزا. جوس نکتار طبیعی شفا را فراموش نکنین و یک وقفه میگیریم. بعد از وقفه که برگشتیم همراه شما دوستان خواهر هستیم. ما فرین قاسم جان تو تشنه بودی. سراچه هستیم و تشکر میکنم از همراهی همیتان عزیزا. جمع شبها از طریق تلویزیون تلوش ما میتونین برنامه رو ببینین. قسیم جان ذهنت هم میبرم یک طرف دیگه، از شکایت بگذاریم. بفرم ببین. عرض ادب خدمت بیننده های نهایت ارجمند و عزیز برنامه زیبای سراچه. امیدوار هستم همه شما جور و صحتمند باشین. قرار بود که در مورد قسیم جان صحبت بکنم. البته قسیم جان یک نام شناخته شده است و نیاز به تعریف و توصیف نداره. فقط ما میخواییم در وصفشان بگویم که قسیم جان ابراهیمی ماشاءالله در پهلوی ازی که استعداد سرشار دارن، یک شخصیت بسیار خوب دارن و تربیت فامیلی خیلی خوب داره و ما با عنوان یک همکار خیلی در کنارشان خود راحت احساس میکنم زمانی که همکاری میداشته باشم و خیلی خوشحال هستم چندین باره که ما همکاری داشتیم، کارای ما گل کرد و مورد علاقه شما عزیزا قرار گرفت. انشاءالله که در آینده هم همکار باشیم. زغال جنایت ببخشیم غزال جنایت. غزال جان نهایت بسیار یک دختر با شخصیت، بسیار یک دختر با سواد است. از این نگاه یک وقت پیش از برنامه قسیم با غزال یک برنامه را ما در یک شب عید بود، لایف بود، جور میکردیم. یک وقت ما دیگه متوجه عزیزم که امی یادش نره، کدام چیز غلط نکنه. اینقدر ای ذهن از این فعال که دمی یک دفعه دو دفعه که ما تمرین کردیم اسکریپت خودم نوشته کردم از من یادم میرفت، اما غزال یک کلمه را هم از یادش نمیرفت. و هم یک بار رئیس جمهور تاجیکستان آقای رحمانوف فکر میکنم که تعریف شکردن، ما گفتم واقعیتم که یک رئیس جمهور که در موردش گفتم این حرفا را و دقیقاً مورا عملی دیدم که واقعاً یک دختر با خانم‌ها کلش همین رقم هستن. قسیم جان غزال نایت یکی از نمونه هایشان است. دقیقاً. از بین شما کسی میخوای از قسیم سوال داشته باشه؟ سلام، خوش آمدین. خوب هستین؟ شما بفرمایید اینجا. خب اول خوب بسیار خوش آمدین. نام شما؟ حکیمه جان. از کدوم حیوان زیادتر میترسین؟ خب ما از سگ زیاد میترسم.
کشتی بابا اگر تو کدام تا توب کنیش تشکر خزیم جان. تشکر. از شما هم بسیار تشکر. خوش آمدید بسیار زیاد. خوش آمدید. ممنون هستم از همراهیتان عزیزا. آخرین لحظات برنامه است ولی در آخر برنامه هم سوالای ما هست که از قسیم ابراهیمی پرسان میکنم. بسیاری کسا علاقه دارن بفهمن قسیم ابراهیمی از کدام ولایت است. ما یک چیز دیگه جای نگفتیم اسنا جان. ما 7 مادر دارم. اسنا جان در 26 تا 27 سال پیش در خانه ما راکت خورد یا بم خورد، کدام چیز خورد. ما در خانه و قیاد نمیکنم جگرخون نشن. از ما یک بیادر کلان ما نجیب، دو خواهر ما فایمه و مستوره در یک روز کلانای خانه ما شهید شدن. چون در این خانه که خون شده و وی شده اید کس داخل نمیشه و همسایا یادشان میایه که همی یک شتک در این خانه بود، اینمی کجاست؟ این بم کجا پرانده؟ میان سعی میکنن که در بین گاز یا گواره بوده می کل شیشه خانه سرما افتیده و مرا میوردارن. مادرم هم زخمی است. مرا میوردارن و یک مادر اسماعیلی هم دارم که مرا شیر میده. یک مادر از قوم پشتون دارم. یک مادر از قوم تاجک دارم. دو مادر از قوم ازبک دارم. اینم تو تمام اقوام افغانستان ای کدام دروغ هم نیست، کدام تصادفی هم نیست، کلگی نزد خداوند یک انسان است. اینمی کلگی را خداوند پیدا کرده. ما از تمام افغانستان هستم. برای ما اصلا هیچ مهم نیست اینمی. چی عالی، بسیار خوب. لطفاً کف بزنید. قلب زیبا، فقط یک قلب زیبا باشه و بس. چی گفت خوب را یادآور شد. در آغاز برنامه نخواستیم این موضوع را یاد کنم به دلیل از اینکه باز نمیتونستیم یک برنامه اجتماعی داشته باشیم. تسلیت عرض میکنم برای خودت به خاطر که چند وقت پیش همزمان با حادثه دلخراش تروریستی که در پوهنتون کابل صورت گرفت، خودت هم پدر بزرگوارت از دست دادی که روح شاد باشه و تسلیت عرض میکنم به خودت که بیشتر کسا فکر کرده بودن حادثه همزمان که صورت گرفت حتما پدرتان هم در دانشگاه تشریف داشتن. بله بله. از ما پدرم اسنا جان خداوند ببخشه با کسایی که از دنیا رفتن، پدر ما امروزی که حادثه پانتون کابل شد امروز مریض بودن و متاسفانه وفات کردن. دیگه اسنا جان خیلی دردآور بود، خیلی دردآور است. یعنی او کسایی که خداوند پدرها و مادرها را کلش جور و صحتمند و سر حال با عزت داشته باشه. هر برنامه ویژه هر شبی که ما یک برنامه داشتیم یک حادثه در افغانستان رخ داده. باز اونجا ما رفتیم دو خوردیم که والا یار سایکو، الا جاسوس ایران است، الا این نفر جاسوس آمریکاست، حالا آمریکا هیچ کار نداره بیا سر ما سرمایه‌گذاری کنه که ما جاسوس باشم. در حالی که او برنامه یک هفته پیش ثبت کردگی می باشه و یا اینکه اونم شو ثبت میکنی شو وظیفه تو است. تو نمیتونی که دیگه در افغانستان هر روز یک اتفاق میفته، تو نمیتونی که اگر که این تو یک اتفاق افتیده دیگه کل تلویزیون سیاهی پخش بکنی. در دل میگیری اما در چهره نشان نمیدی، خنده بر لب میزنی که راز کس نفهمه. امو شوی که پدر مفوت کرد یک برنامه بسیار شاد و مستم در نشر رفته بود که بسیاری کسا برام چی گفتن او ای دقصی پدر خود نیست، در حالی که من دقصی پدر خود هستم و هر پدر هر مادر و هر طفل خرد بزرگی که در افغانستان اگر شهید میشه یا وفات میشه ما در غم از او شریک هستیم. من از یک انسان کسایی که با تن صحبت میکنن با احساستر و غمگینتر هستن. اولین خبری که در افغانستان یک خبر یک کار که مثل انتحار انفجار یا کسی همه تو موضوعات صورت میگیره، اولین خبر که بر ما میاد چون ما تلویزیون هستیم. خداوند مغفرت بکنه شهید یما سیاوش را، یکی از همکارای بسیار عزیز و دوست داشتنی ما، یکی از شخصیت‌های متفاوتی که به ندرت در بین جوان‌ها آدم میتونه پیدا بکنه مثل از اونا. در روز پنجم وفات پدرتان ترور شدن، جنت نصیبشان. آمین. و نگفته نمانیم که یمای سیاوش یکی از صمیمی‌ترین دوستای قسیم ابراهیمی بود. میخوایم درباره یما چیزهایی بر ما بگویی، درباره رفاقتتان چیزهایی بگویی چون بسیار مدت‌ها را با هم یک جا سپری کردین. یما
خیلی یک آدم جوان مرد بود، خیلی یک بچه پاک بود، یک شخصیتی داشت. اما که من در کابل در افغانستان و رجوع من اوت یک شخصیت با او سنسال با او جوانی من ندیده بودم. بسیار یک آدم پریزگار بود، یک جوان مردیش که وقتی که در جیبش پول پیسه و یپا می بود که نفر که می آمد برش اما پول خودم می کشید اما کلش برش می داد. ای خدا کنه که قصای دیگه واره نشه که یکان تا شور طلبی میکنن این موضوعات میکن. ما یک روز یک بچه آمد دمی وزیر اکبر خان پایش لچ بود، گفت ما بود ندارم. از جیب خود 1000 افغانی قاق دو دونه 500 لیر کشید برای زو داد، یک دونه گل برای ما داد، یک دونه برای یما داد. یک آدم با سلیقه بود که از این پای از یک سعی میکردی که جلبل میکرد تا این مویای ازی این خدای پیسای جیب ازی که میکشید خدایی نبود. ما یک دفعه ندیدیم یک پیسه پلاستر کردگی یا یک پیسه کنه در جیب ازی باشه. یک آدم مثل خود وکیل بکتاش، یک آدم خاکی، در تاکسی میرفت، در تاکسی میامد. یعنی امروز روزی که من خبر شدم باور کنم دنیا سر ما تاریک شد. در میسر استیج من امروز برنامه داشتم، از دل من خون میچکید، اما من بازم در اونمو حالت خود کنترل میکردم تا ای که کس نفهمه این موضوع را. و وقتی که من یاد کردم اون موضوع را یاد کردم، من اصلا خود گرفتم موجه نتونستم. حتی یک برنامه بود اسنا جان امروز روز و برنامه ثبت شده که من میگم روز شنبه چون این اتفاق افتید و یک دختر بر من میگه در این برنامه رو درو که من شعر میگم. من اصلا ذهنم خود حدث دادیم ایت من نفهمیدیم که دموجه بسیار مردم دوز داده بودن، توهین کرده بودن که تو دختر نموندی به خاطر حادثه پنتور کابل گپ بزنه. در حالی که استیجم کلان بود و من کل فکر من به طرف یما سیاوش شد. میرویس آریا یک گپ زد، گفت یما سیاوش که همراهش میشینی آدم احساس بیادبی بیخی میکنه. از دستی که او با تربیه بود با ادب بود، وقتی که جوان نرمال کردش میشد میگفت که او ما چقدر بی ادب هستم. این کل گپش در صاحب کل جان قربان تو نبود که زندگی پشت صحنه ازی با پشت صحنه فرق بکنه، تمثیل بکنه. در روی کامرا تمثیل نمیکرد، کل چیزا را حقیقت میگفت. وقتی که 4 بجه برنامه را خلاص کردیم با بسیار بر خطایی نفهمیدم چی گفتم چی نگفتم، رفتم پیش خانه شان که نو کلگی از سر ادیره آمدن. و وقتی که بکتاش سیاوش هم دیدم کالایش دیدم خون و خونپر، وقتی که در بغل گرفتمش تو قلبش دیگه قلب با قلب گپ میزد. پدرش در بغل گرفتم که من یک بیادرخاندایشان هستم. و وقتی که بابک بود یا کاووس برادر خورد خودشون، وقتی که ایره گرفتم و ای امی چی میگن این امی من لرزیدم دیگه، گریه خود ایش اصلا من کنترول کرده نتونستم. بسیار اکسانه غم‌انگیز بود. امی کسایی که آمده بودن وقتی که میدیدی کلگی مایوس، فکر میکردی که بسته افغانستان از بین رفته، یک حالت بسیار ناامیدی. نمیفهمی اسنا که کی را بگویی با کی عذر کنی. باور بکنین که امت یک جوان اگه زنده می بود، باور بکنین که افغانستان اونمت یک رئیس جمهور کار داشت با اونم قصداقت. سلام، توجه کنید به خبر تازه. قسیم ابراهیمی گرداننده برنامه لحظه به لحظه با 1,000,000 افغانی از کشور فرار کرد. منابع نزدیک به قسیم ابراهیمی میگن که امروز صبح وقتی که به دفتر آمد، لحظات پس از او با 1,000,000 افغانی از دفتر فرار کرد. قصه های مجردی احمد پوپل در سایت پرجم جوش گوگل. از قیمت بهای زغال تا کشیدن توخال. از فرارسیدن نوروز باستانی تا مهمان نوازی قسیم ابراهیمی. اجازه بدی که ما بگویم که چرا باید سرخط یک چنین چیز باشه. به خاطر اینکه مثل که شما در دکان میرین لباس میخرین، یک چیزایی است که جلب توجه میکنه. بله. البته چیزایی را باید بگویی که بیننده را میخکوب کنه در برابر تلویزیون و بشینه تا آخر تحملت بکنه ببینه. از بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل بروی رنگ رنگ. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش.